و بعدی روزای رونمای کتاب رقص در مسجد، اثری که زندگی تلخ و شیرین بانوان افغانستان را از دوره طالبان و پسا طالبان روایت کرده است. اما همین که نویسنده این کتاب بانویی است که طعم تلخ خشونت را چه در دوره طالبان و چه پس از آن چشیده. یک ملت به گروگان گرفتن ایده هایی که خودشان از یک گاو و گوسفند خاطر دو تا شاخ می‌ترسیدن. ما هم طغیان‌های خود کردیم. در همان دوره طالبان عاشق شدیم، در مسجد رقصیدیم و خوب کردیم. حالا و همزمان با گفتگوهای سال، نگرانی این است که مبادا با شریک شدن طالبان در قدرت بار دیگر تجربه های گذشته تکرار شود. انتخاب تو بود که به دست خودت بود و انتخابی بس خوب که رفتی دردت را به جای گریستن نوشتی و بازگشتی و دست در دست فرزندت سیاوش الگوی استواری برای زنان بسیاری شدی. معین وزارت اطلاعات فرهنگ با استقبال از این کتاب، زن زیستن در افغانستان را که یک جامعه مرد سالار است دشوار می داند. امین که در گروه طالبان در مذاکرهشون یک زن وجود نداره، بدین مناست که راه بسیار دشوار و درازی برای روشنگری زنان افغانستان نیاز دارند. اینجا در گوشه دیگر از پایتخت، بانوان برنامه برای مبارزه با همین خشونت ها برگزار کردند. خشونت هایی که حالا بیشتر در محیط کار تحمیل می شود. پیامشان این است که بیایید با فرهنگ زن ستیزی مبارزه کرده و مانع خشونت های لفظی، روحی و روانی با زنان در محیط کار شویم. برنامه ای که زیر سایه فضای مرد سالارانه افغانستان برگزار شده و تا بر سر برگزاری آن مانع ایجاد شده است. اگر در موتر سوار می شد مورد آزار اذیت یک دلیور موتر قرار می گیرد. نگرانی کلانشان این است که زن ستیزی به گونه عام در کل جامعه و به گونه خاص در محیط کار هنوز هم پابرجاست. ادعایشان فساد گسترده اخلاقی در محیط اداره های دولتی است. ادعایی که حکومت به پرسش های ما در این مورد پاسخ نداد. خشونت فیزیکی، آزار و اذیت روانی جنسی از انواع خشونت علیه زنان در محیط کاری است. با سپری شدن 3 سال از تصویب قانون منع خشونت با بانوان، هنوز هم در اجرایی کردن آن مشکل‌های زیادی وجود دارد. قانون منع خشونت 3 سال هست که پاس شده از پارلمان محترم و ریاست جمهوری هم او را تشکیل کرد و برای تطبیق از او ما فعلا دچار مشکل هستیم. رمزیه سعیدی یکی از هزاران بانویی است که از آزار و اذیت بانوان در جامعه سنتی افغانستان رنج می‌برد. بزرگترین خواست او این است که قوانین در عمل تطبیق شوند تا اندکی از خشونت‌های موجود با بانوان کاسته شود. نیاز نیست شما مردم را قضاوت بکنین، نیاز نیست که شما را قضاوت بکنه، همه قدر بکنین که مثلا بر خود آرامش و آسایش را در زندگی این دنیای خود برآورده بسازند. با این همه پرسش مهم این است که با وجود مصارف میلیونی در 2 دهه پسین برای جای پیدا کردن بانوان در جامعه و یکسان سازی فرصت‌ها برای آنان، چرا هنوز هم خشونت‌های لفظی و فیزیکی در جامعه با بانوان به ویژه محیط‌های کاری از میان برداشته نشده است؟